اکنون در امتداد مجلسمون از جناب آقای علیزاده خواهش میکنیم که در پشت جایگاه تشریف آورده و مجلس ما را با صحبتشان مستفیض سازند. تشکر. پیشوای شهید جامعه ما بابه بخون تبیده قوم مزاری بزرگ صلوات حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله فبعد قال الله في كتابه الكريم وفي قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات مزاری پرسشی است در برابر تاریخ و پاسخی است در برابر زمان و الگوی ارزشمندی است برای خوب زیستن. مجموعه مطالب کوتاه دارم با توجه به اینکه وقت ما بسیار ضیق شده است در همین موضوع. قرآن کریم می‌فرماید هنگامی که داستان‌های اقوام گذشته را بیان می‌کند و تاریخشان را می‌خواند داستان انبیا و اولیاء خدا را و کشورها و ملتها و اقوام و طایفه‌ها و تمدن‌ها و شهرها را که یکی آمده اند و پس از دیگری خراب شده اند وقتی داستان‌هایشان را بیان می‌کند و مخصوصاً به دنبال بیان داستان حضرت یوسف می‌فرماید که در این داستان‌ها عبرت و درسی است برای آنانی که صاحب فکرند و صاحب اندیشه و می اندیشند و فکر می کنند. راستی که این چنین است. تاریخ با تعریف از قرآن کریم تنها بیان داستان‌های گذشتگان نیست، تنها داستان سرایی‌های از شهرها و اشخاص و اقوام نیست، بلکه تحلیل فلسفه تاریخ است. وقتی قرآن از تاریخ گذشتگان سخن می‌گوید، عوامل رشد جوامع و عوامل سقوط جوامع را بیان می‌دارد و بر شما بر انسانها هشدار می‌دهد که چگونه آینده خیش را و سرنوشت خیش را رقم بزنند. و حال با این تحلیل از تاریخ وقتی می‌گویم مزاری پرسشی است در برابر تاریخ، منظورم همین تاریخ است. اگر بخواهیم تاریخ خیش را بدانیم، تو ای مرد هزاره و تو ای زن هزاره، تاریخ تو چیست؟ چگونه تاریختان را تعریف میکنید؟ تاریخ ما تاریخ رنج هاست، تاریخ ما تاریخ نفاق هاست، تاریخ ما تاریخ حقارت هاست،
و تاریخ ما باور غلط از فلسفه تاریخی. تاریخ ما رنج هاست، همین کافیست که میگوییم تاریخ ما قتل عام و نابود شدن 62% از نفوس جامعه ماست. زبان یک عضله است در وجود انسان که خیلی به سادگی به حرکت میاد. خیلی به سادگی میتوان گفت 62% یک جامعه نابود شد و از بین رفت. اما برادر، فقط با شنیدن این سخن و با حرکت کردن زبان من برای ادای این عبارت فکر نکن که نابود شدن یک جامعه یک ترم، یک عبارت، یک واژه نیست، بلکه کلمنا راست، قتل عام هاست، جنایت هاست که در برابر مردم ما رخ داده است، به اسارت رفتن هاست، کوچ های اجباری است، خانه ها و اموال و سرزمین های حاصل خیز زیاد از مردم ما به غارت رفتن هاست و به اسارت رفتن خواهران و مادران ما هست و به کشتار و قتل عام بسته شدن پدران و برادران ما. تاریخ ما تاریخ افتادن 40 دختر در کوه 40 دختران ارزگان است که از سخره به پایین بیفتد صرف برای آن که عزتش و حیثیتش به دست دشمن نیفتد و در پایان دره نه یک انسان، نه یک دختر، بلکه قطعه های گوشت آلوده به خون به هر طرف پراگنده شود. وقتی میگویم 62%، فقط به کلمه اش فکر نکنید، به تاریخ فکر کنید، به آنچه که اتفاق افتاده است و به دریای آبرده جاهوری که صدها دختر برای آن که به دست دشمن عفت و عزتش نابود نشود و در کشورهای بیگانه به اسارت و کنیزی فروخته نشوند، خود را از روی جهازها به دریا می اندازند و در کام دریا غرق می شود و آنگاه فکر کنید که آنها در کام خروشان دریا دست و پا می زنند و می خواهند جان بدهند. به لحظه لحظه اش فکر کنید. این است تاریخ قتل عام های ما. وقت زیادی ندارد و تاریخ ما تاریخ نفاق هاست برادر و خواهر، نفاق هایی که خود عامل آن بوده ایم. ببینید عبدالرحمن با لشکرکشی هایش بر در هزارجات هیچ کاری از پیش برده نتوانیست. یکی از مهمترین و اصلی ترین عامل سقوط هزارجات و به غارت رفتن هزارجات به دست قشون عبدالرحمن همون نفاق و دوئیت و عدم همکاری هزارها با هم دیگر بود. وقتی شیخ علی در کام آتش فرو رفت، حتی مناطق همجوارشان از بهسود و با میان یک نفر به همکاریشان نرفت، وقتی ارزگان به آتش کشیده شد و کلمنارها ساخته شد، از بهسود محمد نبی خان 2000 نفر را